سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما آب میوه رو تعارف کرد نوشیدم سرم گیج رفت دنیا تیره و تار شد و بقیه شو دیگه یادم نمیاد و بعدش تجاوز کردن سرقت کردن آدم روبایی انجام دادن یا به قتل رسوندن این حکایت آدم هایی که با نوشیدن یک آب میوه مسموم قربانی یک پرونده عجیب شدند. پرونده های جنجالی که سر از دادگاه و دادسرا در آوردن در این قسمت پنج پرونده جنجالی رو با هم بررسی می کنیم که قربانیانشون با این روش مورد حمله، تجاوز یا قتل قرار گرفتن پس در ادامه با ما همراه باشید پرونده اول کابوس راننده های جاده ای تیر سال 1398 رسیدگی به پرونده آدم روبایی سرخط از رانندگان کامیون های عبوری در تهران، بندر انزلی، آستارا و چند شهر دیگه در دستور کار بازپرس شعبه داد دادسرای امور جرایم جنایی قرار گرفت. تحقیقات ابتدایی حکایت از این داشت سارق هرفهی بعد از مذاکرات اولیه با رانندگان در خصوص تعیین قیمت باربری سوار بر کامیون خودرو شده و سپس با چرب زبونی یا با چاقو به اونا آب میوه خورونده و برای سرقت اموال اقدام به آدم ربایی کرده. یکی از پرونده گفت از پالایشگاهی تو جاده باقرشهر شهر محموله روغن صنعتی بارگیری کردم تا به خورم آباد ببرم. بیرون از پالایشگاه وقتی میخواستم روی بارم چادر برزنتی بکشم مردی جلو اومد و گفت برادرش تو شهرستان تصادف کرده و از من خواست بخشی از مسیر رو همراه هم بیاد. اون مداره که هم نشونم داد و وانمود کرد مثل خودم راننده کامیونه و برای همین منم قبول کردم. تو ادامه ی راه وقتی قصد داشتم لاستیکای کامیون رو کنترل کنم اون پیشنهاد داد که پشت فرمون بشینه. منم قبول کردم و اون شروع به رانندگی کرد و همزمان یه پاکت آب میوه به من تارف کرد اما بعد از نوشیدن اون بیهوش شدم. وقتی به هوش اومدم تو بیمارستانی در بوین زهرا بودم و فهمیدم که چند روزی اونجا بستریم. با آغاز تحقیقات ماموران به بررسی دوربین های ای که در نزدیکی پالشگاه نصب شده بود پرداختن و تونستن متهم و شناسایی کنن. اون یه زندانی سابقه دار بود که چند ماه قبل با گرفتن مرخصی از زندان بیرون اومده و فراری شده بود. بررسی سوابق وی نشون میداد اون تا به حال نه مرتبه به اتهام جرایم مختلف مثل قاچاق و آدم ربایی دستگیر و زندانی شده. اما این همه سوابق اون نبود. چرا که شواهد نشون میداد اون مدتی قبل در جریان سرقت بار سیگار قاچاق از راننده ی کامیونی در شهرستان هشت رود ویرو به قتل رسونده و جسدش به آتیش کشیده اما مدتی بعد رضایت اولیای دم رو جلب کرده در این شرایط ماموران مخفیگاه ویرو در شمال غرب کشور شناسایی کرده و اونا دستگیر کردن وی در دادگاه به 17 سال زندان محکوم شد البته به غیر از محکومیت های قبلیش دومین پرونده ای که با هم بررسی می‌کنیم، پرونده تجاوز دو مرد به هفت زن تهرانیه. رسیدگی به این پرونده از اواسط تابستان سال 1397 با شکایت دختر جوونی به نام مریم مبنی بر اینکه از سوی دو مرد جوون مورد تعرض قرار گرفته شروع شد. وی در تشریح ماجرا به ماموران گفت: چند ماه پیش با ساختن صفحه‌ای در اینستاگرام تلاش کردم تا در زمینه ی پوشاک فعالیت کنم و بتونم از این طریق منبع درآمدی داشته باشم. مدتی بعد مردی به نام سیامک در قالب یک پیام به من پیشنهاد کار داد. منم چون به دنبال توسعه کارم بودم از پیشنهادش استقبال کردم و رو دادم. قرار شد برای صحبت بیشتر در خصوص کار به صورت حضوری با هم ملاقات کنیم. فردای اون روز طبق قرار با سیامک به غرب تهران رفتم. اون با خودروش به دنبالم اومد تا اینکه چند دقیقه بعد جلوی یه آب میوه فروشی توقف کرد و دو لیوان آب میوه خرید. اما بعد از خوردن اون یهو سرم گیج رفت و بیهوش شدم. ساعتی بعد وقتی به اومدم متوجه شدم در خونه ای هستم و سیامک با دوستش که اونو شهرام صدا می کرد به من تعرض کردن. اونا وقتی دیدن که به لحاظ روحی پریشونم تهدیدم کردن که اگه راجب اتفاقای اون روز به کسی چیزی بگم منو میکشن. بعدم گفتن زودتر از خونشون برم. انقدر حالم بد بود که مجبور شدم ماجرا رو به نامزد و خواهرزادم بگم و تصمیم گرفتم از اونا شکایت کنم. بعد از شکایت مریم وی به پزشکی قانونی معرفی شد و پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کرد که شاکی مورد تعرض و آزار و اذیت قرار گرفته. پس از اون ماموران پلیس شناسایی متهمان رو در دستور کارشون قرار دادن. اما در همون مدت شکایت های مشابه دیگه هم به پلیس رسید. که نشون میداد دو متهم پرونده غیر از مریم به شش دختر دیگه هم تعرض کردن. در دادگاه یکی از شکات گفت وقتی به پزشکی قانونی رفتم اونا اعلام کردن که مواد بیهوشی که به من خورونده شده بود حاوی هروئین بوده و بر اثر این مواد مغزم دچار التهاب شده و با گذشت یک سال هنوزم دارم دارو مصرف میکنم. اگرچه دو متهم حاضر نشدن جرم خودشونو بپذیرن اما بر اساس شواهد و مدارکی که در منزل متهمان پیدا شد هر دو متهم به دلیل تجاوز و آدم ربایی به اعدام محکوم شدند. قبل از دو این برنامه اگر تا اینجا با ما همراه بودید حتما دکمه لایک رو بزنید. لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و جدا از اون. اگر تا به حال در کانال سابسکرایب نکردید همین حالا این کار را انجام بدید. حالا میریم سراغ پرونده سوم یعنی قتل خانوادگی تحقیقات درباره این پرونده زمانی شروع شد که کاراگاهان جنایی استان فارس در جریان مرگ مشکوک دختری در خونش قرار گرفتن. ماموران وقتی به محل رفتن، پیکر بیجان دختری سی ساله به نام محشید رو مشاهده کردند که هیچ اثری از جراحت نداشت. از سویی، هیچ نشونه ای از ورود غریبه به خونه هم مشهود نبود. به همین دلیل علت مرگ محشید در حاله ای از ابهام موند تا اینکه کارشناسان پزشکی قانونی جسد رو تحویل گرفتن و بعد از آزمایش های تخصصی اعلام کردن دختر جوون بر اثر مسمومیت جونش از دست داده. شواهد به دست اومده حکایت از این داشت که محشید به قتل رسیده. اسوی تردیدی وجود نداشت که قاتل فردی آشناست که به راحتی تونسته خوراک مسموم رو به این دختر بده. وقتی ماموران درباره زندگی شخصی مقتول تحقیق کردند، پی بردن اون از مدتی قبل با یکی از خواهرش به نام مهدیس اختلاف داشته. به این ترتیب مهدیس بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. اون ابتدا ارتکاب قتل رو انکار کرد و گفت از علت مرگ خواهرش هیچ اطلاعی نداره. اون در بازجویی های تخصصی در نهایت در بنبست قرار گرفت و به ارتکاب جنایت اقرار کرد. مهدیس گفت از مدت قبل با خواهرم اختلاف داشتم و از اون کینه به دل گرفته بودم. به همین دلیل نقشه قتلشو کشیدم. روز حادثه مقداری سم خریدم و اونو تو آب میوه ریختم. بعد به خونه خواهرم رفتم و با اون مشغول صحبت شدم. بعد آب میوه مسموم و به اون دادم. اشید بعد از نوشیدن آب میوه بیحال شد. بعد از چند دقیقه اطمینان پیدا کردم که اون مرده و نقشم اجرا شده. همین دلیل سریع خونه رو ترک کردم تا رد پایی از خودم به جان نذارم. در نهایت در دادگاه مهدی سونس رضایت خانوادش رو بگیره و از حکم اعدام رهایی پیدا کنه. چهارمین پروندهی که بررسی می کنیم پرونده کودک روباییه. شامگاه هجده همه آزر سال 1400 کسبه بازار بزرگ شهر ری متوجه زنی جوون شدن که در نزدیکی بازار از هوش رفته و روی زمین افتاده بود. اونا این زن رو میشناختن و بارها وی رو دیده بودن که دستفروشی فروشی میکرد و معمولا پسر خردسالش هم همراه اون بود. اما در اون لحظه اثری از پسر خردسال زن جوان نبود. این زن پس از تماس با اورژانس به بیمارستان منتقل شد و وقتی به هوش اومد وحشت زده به مسئولان بیمارستان گفت که کودکش رو بودن. ماجرا به پلیس گزارش شد و ماموران به تحقیق از زن چهل ساله پرداختن. وی گفت به دلیل اختلافاتی که با شوهرم داشتم مدتی قبل از اون جدا شدم و خودم از پسر بچه هشت ماه همون نگهداری می کردم. ناچار بودم برای تأمین مخارج زندگی دستفروشی کنم و چون کسی نبود که از پسرم مراقبت کنه اونو هم با خودم می بردم. روز حادثه در بازار بزرگ شهر ری دست فروشی می کردم که دو زن پیش من اومدن. پسر هشت ماهم به نام ماهور تو بغلم بود و دو زن ناشناس در حالی که ماسک به صورت داشتن و چهرهاشون به درستی مشخص نبود سر صحبت رو باز کردن تا اعتمادم رو جلب کنن. دقایقی بعد یکی از اونا یه لیوان پلاستیکی به من داد و گفت داخل اون چاییه که از دست فروش خریده. اولش تعارف اونو رد کردم اما زن اصرار داشت که سه لیوان چایی خریده و یکی از اونا قسمت منه. من چای رو نوشیدم و بعد از اون دچار سرگیجه شدیدی شدم. در حالی که همچنان پسرم ماهور تو بغلم بود، دو زن پیشنهاد دادن که در اطراف میدون چرخی بزنیم تا حال من بهتر بشه. حتی یکی از اونا وقتی دید من دچار سرگیجه شدم و حالم خوب نیست، پسرم و از من گرفت. بعد از دقایقی از هوش رفتم و دیگه چیزی نفهمیدم. زمانی که چشم باز کردم تو بیمارستان بودم. حالا متوجه شدم اون دو زن با نقشه قبلی منو با چای مسموم بیهوش کردن تا پسرمو بدزدن. پس از شکایت این زن مأموران به بررسی تصاویر دوربین های پرداختن که در بازبینی فیلمها معلوم شد دو زن داخل لیوان چای داروی بیهوشی ریخته و سپس سراغ مادر و کودک رفتن. اونا پس از اینکه مادر بیهوش شد با روبودن پسر بچش با به فرار گذاشتن. حالا با گذشت سالها هنوز از سرنوشت ماهور خبری نیست. این کودک تا به امروز پیدا نشده. پنجمین و آخرین پروندهی که بررسی می کنیم پرونده سرقت زن سابقه داره. نخستین مورد از این سرقت های سریالی روز 25 تیر ماه سال 1399 در بیمارستان امام حسین اتفاق افتاد. شاکی زن میانسالی بود که به ماموران کلانتری 106 نامجو گفت تو حیات بیمارستان نشسته بودم که زنی به من آب میوه تعارف کرد اما بعد از نوشیدن اون بیهوش شدم و وقتی به هوش اومدم فهمیدم جواهراتم برزش تقریبی ده میلیون تومن سرقت شده. با آغاز تحقیقات مأموران به بازبینی تصاویر دوربین های بیمارستان پرداختن و تونستن چهره سارق رو که زنی سابق دار به نام سومیه سی ساله بود شناسایی کنن. بررسی ها نشون میداد مخفیگاه اون در حوالی پل ستخندانه که به این ترتیب وی ای در عملیاتی قافلگیرانه دستگیر شد. متهم در جریان بازجویی ها اعتراف کرد که پس از آزادی از زندان برای تأمین هزینه های زندگیش تصمیم به سرقت با شیوه بیهوشی گرفته. اون گفت تو حیات بیمارستانه و مراکز درمانی سوژه های خودم انتخاب می کردم و با تعرف آب میوهی که داروی بیهوشی داخلش بود اونا رو بیهوش و تلاهاشون رو سرقت میکردم. متهم به پانزده فقره سرقت از خانمها با روش بیهوشی اعتراف کرد. سمیه به دوازده سال زندان محکوم شد. در انتها مراقب خوراکی هایی که از دیگران میگیرید باشید. همه برای لطف و مهربانی به شما چیزی نمیدن. برای بررسی اسرار دستگیری عجیب مجرم فراری در اردبیل بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم پیروز و پایدار باشید